هالیوود از عملیات تخلیه آمریکا در کابل فیلم می‌سازد. طالبان در بدخشان یک جوان را به جرم گوش دادن به موسیقی کشتن. سفر متقی به پاکستان، هواپیمای پاکستانی و استقبال سرد. سناتور آمریکایی: خروج از افغانستان بی‌کفایتی جو بایدن را ثابت کرد. حملات تازه حزب قوای مرکز بالای طالبان در پنجشیر و کشته شدن پیش از ده‌ها طالب جوزجانی در پنجشیر. باید خدا به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. هالیوود از عملیات تخلیه آمریکا در کابل فیلم می‌سازد. استودیو آمریکا داستان عملیات انتقال شهروندان خارجی و همکاران افغان نظامیان آمریکایی و ناتو از میدان هوایی کابل را فیلم می‌سازد. در این فیلم تام هاردی، بازیگر سریال معروف آمریکایی و بازیگر فیلم کمدی پرمشهور، بازی خواهند کرد. داستان این فیلم با الهام از رویدادهای واقعی و ماجرای سه نیروی ویژه پیشین ارتش آمریکا می‌پردازد که همراه با کماندوهای افغان به نجات مردم می‌روند که پس از سقوط کابل برای فرار از افغانستان به میدان هوایی هجوم بردند. پروازهای تخلیه آمریکا به تاریخ 15 اگست به دنبال تصرف کابل توسط طالبان آغاز شد. این عملیات با حرج و مرج و بی‌نظمی همراه بود و همچنین جمعیت انبویی که برای خروج از کشور بیرون شدند هدف یک حمله انتحاری نیز قرار گرفتند که دست کم جان پیش از 70 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی را گرفت. طالبان در بدخشان یک جوان را به جرم گوش دادن به موسیقی کشتند. منابع محلی در ولایت بدخشان ادعا می کنند که طالبان یک جوان 19 ساله را به جرم گوش دادن به موسیقی تیرباران کردند. گفته شده که این رویداد روز سه‌شنبه هفته عقرب در روستای زرگان ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان رخ داده است. با گفته منابع محلی، نام جوان کشته شده وحیدالله بوده و گفته می شود که طالبان نخست تلفن همراه او را خواسته و پس از آنکه متوجه شدند وی به موسیقی گوش می دهد او را لط و کوب و سپس برک بار بستند. منابع گفتند که این جوان در مسیر انتقال به شفاخانه جان داده است. مسئولان محلی طالبان تاکنون در این زمینه چیز نگفتند. چند پیش افراد مسلح در ننگرهار نیز به خاطر پخش موسیقی در یک مراسم عروسی مهمانان این مراسم را برک بار بستند که در آن رویداد دست کم 3 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در آن زمان طالبان اعلام کردند که افراد را از نامهای آنها استفاده کرده و این حمله را انجام دادند. طالبان موسیقی را حرام می دانند. آنها در دوران حکومت قبلی خود هم موسیقی را ممنوع کرده بودند. سفر متقی به پاکستان، هواپیمای پاکستانی و استقبال سرد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه گروه طالبان، روز چهارشنبه 19 اقرب در رأس یک هیئت عالی رتبه متشکل از دیگر وزرای طالبان به اسلام آباد سفر کرد. اما این هیئت با یک هواپیمای کوچک پاکستانی منتقل شد و با استقبال سرد مقامات پایین رتبه وزارت خارجه پاکستان روبرو شد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه گروه طالبان، روز چهارشنبه 19 اقرب با انتشار عکسی از هیئت در کنار هواپیمای شرکت هوایی آریانا در میدان هوایی کابل اعلام کرد که آنها راهی اسلام آباد شدند. رسانه های پاکستانی اما عکس از هنگام رسیدن این هیئت به اسلام آباد را منتشر کردند که نشان می‌دهد هیئت با هواپیمای کوچک پاکستانی به اسلام آباد سفر کرده است. از طرف دیگر در این عکس دیده می شود که شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، به استقبال هیئت به رهبری امیرخان متقی نرفته و چند مامور پایین رتبه پاکستانی از جمله معاون ریاست تشریفات وزارت خارجه در میدان هوایی حضور دارند. این در حال است که در سفر شاه محمود قریشی به کابل طالبان از او و هیئت همراهش استقبال گرم کردند و امیرخان متقی در میدان هوایی کابل به استقبال آنان رفت. سناتور آمریکایی: خروج از افغانستان بی کفایتی جو بایدن را ثابت کرد. سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی جو بایدن را بی کفایت ترین رئیس جمهوری این کشور خوانده و گفته که خروج از افغانستان بی کفایتی او را ثابت کرده است. آقای گرام در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که بایدن حتی از
جیم کارتر رئیس جمهور پیشین امریکا نیز بدتر است و این بویژه بعد از خروج از افغانستان درباره او بیشتر سخت می کند. او افزود جو بایدن به کفایت ترین رئیس جمهور دوره زندگی او در زمین سیاست خارجی و حتی بدتر از جیم کارتر بوده است و ماهیت جنگ با تروریسم را درک نمی کند. پیش از این روزنامه انگلیسی تلگرام هم در گزارش گفته بود که محبوبیت جو بایدن تا نو ماه نخست با سایر رؤسای جمهوری امریکا به شدت سقوط کرده، به نحوی که روی رتبه نخست در این کشور از زمان جنگ جهانی دوم تا اکنون به خود اختصاص داده است. همچنان به نقل از رسانه ها، فرمانده سیبه قوای مرکز امروز یک بار دیگر در پنجشیر قهرمانی کرد. نیروهای فرماندهی بر یک حمله تهاجمی بالای متجاوزان 8 اراده و سایت نقلی طالبان را تخریب کردند و ده ها طالب دیگر را زخمی و روانه جهنم نمودند. اجساد کشته شدگان هنوز جمع‌آوری و شمار نشده است. همچنان دیروز دوشنبه اجساد 5 جنگجوی طالب از پنجشیر به شبرغان منتقل شدند. کشته شده ها طالب جوزجانی بودند که به پنجشیر اعزام شده بودند. امروز تصاویر از تخریب شدن یک اراده تانگ زرهی طالبان در اثر حمله چریکی نیروهای جبهه مقاومت ملی در رسانه های اجتماعی منتشر شده است. طالبان از پخش هر نوع خبر مربوط به مخالفانشان جلوگیری می کنند. مشخص نیست که اجساد 5 طالب که به شبرغان منتقل شدند مربوط به تخریب شدن تانگ زرهی است یا در حادثه جداگانه کشته شدند. از خودکشی تا فروش فرزندان، روزگار اسوار خانواده های نظامیان کشته شده. خبرگزاری افاق، گرچه بر اساس تحقیقات انجام شده بازماندگان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که طی 20 سال گذشته در جنگ با طالبان کشته شدند در گرفتن امتیازات قانونی با مشکلات جدی مواجه بوده و حتی شمار از آنها به دلیل همین مشکلات و موانع از گرفتن امتیازاتشان صرف نظر کرده و پولی را که در قالب ماش بازنشستگی به خانواده آنها پرداخت می شد را نیز با تأخیر دریافت می کردند. اما با تغییر نظام این امتیازات و معاشات هم به خانواده های نظامیان کشته شده قطع شده و بسیاری از خانواده ها روزگار بسیار دشوار را سپری می کنند. بسیاری از خانواده ها می گویند که با قطع امتیازات و معاش بازنشستگی حتی از عهده تامین فیس مکتب و کورس پسرانشان هم بر نمی آیند. در این میان خانواده های زیاده به دلیل فقر و تنگ دستگی روی آورده و شما را حتی کودکاشان را به فروش گذاشتند یا آنها را برای آوردن چند قسنان برای فروش پلاستیک و زباله‌گردی مفرستند. افزون بر این سربازان امنیتی پیشین عموماً متعلق به قشر کم درآمد جامعه بودند، لحاظا خانواده آنها با از دست دادن سرپرست خود دچار مشکلات شده و معاش پایین هم برایشان کفایت نمی‌کند.